سلام عرض میکنم، من محسن هستم. قبل از ایمان به مسیح من یک مسلمان شیعه بودم و مقید و پایبند به اصول اسلام. اگر بخوام از تعصب در اسلام بگم، خب خیلی از شریعت‌ها هست در دین اسلام که اگر مقید به انجام اون باشیم، خب خیلی خشونت و خیلی در واقع میشه گفت که نجات پرستانه عمل میشه در شریعت اسلام. مثلا در شریعت اسلام ما میخونیم و این باور رو داریم که در مقابل غیر مسلمانان و کافران هرچه میتوانید نیرو آماده کنید و حتی در جنگ های با غیر مسلمانان وقتی که وارد میشید باید اونها رو از دم تیغ بگذرونین، باید انقدر اونها رو بکشین و پا برگردن اونها بذارین تا خون اونها ریخته بشه. در سوره محمد ما میخونیم اینو، در سوره های دیگه هم هست که در واقع نسبت به غیر مسلمان ها و اونهایی که دین اسلام رو قبول نمی کنن و یا باورش ندارن و یا واردش نمیشن، موضع‌گیری های ستیزانه‌ای داره در مقابل اونها. زمانی که من مسلمان بودم، خب این باور از بچگی تا زمانی که حدوداً 40 سالم شده بود، این باور در درون هم فکرم و هم درون قلبم نشسته بود که غیر مسلمان مثل ارامنه‌ای که ما تو ایران داشتیم یا یهودیایی که داشتیم و یا زرتشتی‌ها و یا حتی بهایی‌ها، اینها افراد نجسی هستند از نظر شرع اسلام و من حتی سعی می‌کردم که به اونها دست هم ندم، در صورتی که اونا هم مثل من انسان بودن و هیچ تفاوتی بین من و اونها وجود نداشت. و همیشه این سوال، یعنی این دوگانگی فکری توی ذهنم بود که خب این چه شریعتیه، این چه قانونیه که اینقدر مثلا تا ریزکاری های یک مثلا نجات پرستانه رفته و وارد شده و اینقدر جدایی انداخته بین کسی که مسلمونه و کسی که غیر مسلمونه. با اینکه کار خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم و زندگی خیلی خوبی داشتم و زندگی روحانیم و زندگی در واقع دینی مذهبیم هم خیلی راحت پیش میرفت، یعنی هیچ چالش آنچنان بزرگی توی ذهنم نداشتم، ولی به خاطر پیدا کردن آرامش احساس کردم که باید از اون کشور برم و دنبال آرامش میگشتم توی کشورهای خارجی. اما چالشی که پیش روم بود این بود که خب حالا برای مهاجرت من نمیتونستم به عنوان سرمایه گذار برم و اقامت بگیرم، مجبور بودم که به عنوان مهاجری که پناهنده است برم و این پناهندگی در واقع پروسه‌ایه که همیشه پشتش یه سری سوالا مطرحه که حالا من با چه بهانه‌ای برم پناهنده بشم. و در اون سالها تنها بهانه‌ای که میشد برای پناهندگی در کشور اروپایی مطرح کرد، کیس پناهندگی بر اساس تغییر دین و تغییر مذهب بود. از طرفی اون کیس پناهندگی رو هم به عنوان کیس مسیحیت در نظر گرفته بودم، ولی اینا همش توی ذهن خودم بود. و وقتی که اومدم با خانواده‌ام مطرح کردم، یعنی با همسرم مطرح کردم، همسرم ابتدا مقاومت کرد و گفت که نه، من به هیچ قیمتی مذهب خودم رو تغییر نمیدم، حتی اگر به قیمت پناهندگی باشه. و من گفتم که اوکی باشه، ولی من یه کتاب مقدس از اونجا آوردم، بشینیم با هم بخونیم، اینو ضرر که نداره، به هر حال یه کتاب آسمانیه. و من هر شب سعی میکردم که یه مطالبی از اون کتاب رو بخونم، ولی مطالب کتاب برام زیاد عادی نبود، یعنی اون مطالبی که توی عهد عتیق نوشته شده بود
بیشتر حالت داستانی بود و فکر میکردم که خب چرا مسیحیت باید بیاد مثلا دوباره از همون زمانی رو بگه که تو اسلام مطرح شده، همش تو اسلام هست. حالا البته خب خیلی فرق میکرد با قرآن خودمون. وقتی که مطالب عهد عتیق رو میخونیم، خب داستان‌ها به شکل متفاوت مطرح میشه نسبت به چیزی که در قرآن هست. به هر حال با این حال من خوندم به خاطر اینکه بتونم این کیس مسیحیت رو در خودم تقویت کنم و بتونم اونجا پاسخگوی دادگاه‌های پناهندگی باشم. و ما رفتیم، ما روزای اول توی کمپ پناهندگی بودیم که وضعیت خیلی خیلی بدی داشت از نظر بهداشتی، از نظر رسیدگی. مجبور بودیم که این وضعیت رو تحمل کنیم. اما هر هفته روزای یک شنبه یه هیئتی از کلیسا می اومدن دنبال کسایی که دوست داشتن برن کلیسا و یا در واقع کلیسا از نظر کیس مسیحی مطرح کرده بودن. و ما شروع کردیم از اولین یک شنبه با اونها هم قطار شدن و هم سفر شدن و با بقیه هموطنان و کسایی که از ملیت‌های مختلف بودن تو اون هایم با هم می‌رفتیم به اون کلیسا. و تقریبا یکی دو هفته اول اینجوری فقط می‌رفتیم و می‌اومدیم و چیزایی که اونا به زبان آلمانی می‌گفتن ما متوجه نمی‌شدیم، ولی یه مترجمی اونجا بود که مترجم بود که از زبان انگلیسی در واقع به فارسی ترجمه می‌کرد. و حالا هر چی که اون ترجمه می‌کرد و ما گوش می‌کردیم، ولی خب برامون زیاد روشن نبود مفاهیمش. این مترجم منتقل شد و وظیفه ترجمه اون افتاد به عهده من. در واقع با اینکه برخلاف معتقدات خودم بود و برخلاف چیزی بود که اسلام و شریعت اسلام برای من تعیین کرده بود، من قبول کردم که مترجم یک فرد مسیحی بشم برای اینکه گفته ها و باورهای یک مسیحی رو به دیگران منتقل بکنم. و این برای خودم هم یه خورده سخت بود، ولی به خاطر اینکه هدفم این بود که به هر قیمتی شده من این پناهندگی رو بگیرم، اینو قبول کردم و رفتم علی رغم باورهای خودم این کارو کردم. این ترس همیشه توی وجودم بود که خب حالا من اگر اینو انتخاب کردم، اگر این خدای زنده رو انتخاب کردم و رفتم سراغش، پس تکلیف نمازا، روزه ها و اون به اصطلاح مراسم دینی من چی میشه؟ بعد اون الله چه بلایی سر من میاره؟ برای همین وقتی که از کلیسا برمیگشتم وضو میگرفتم به دور از اینکه کسی ببینه و میرفتم توی اتاق، تو اتاقی که برامون بود، و اونجا نمازم رو میخوندم. ولی همچنان پایبند نماز و روزم بودم، در این حال که در کلیسا هم میرفتم و خدمت میکردم. اما همه اینها گذشت تا اینکه یک روز یک کشیش فارسی زبان به اون کلیسا اومد و دعوت شده بود و من اونجا بود که تازه در واقع ایدئولوژی اصلی مسیحیت رو از زبان اون واعظ فارسی زبان شنیدم. و اونجا بود که واقعا اون سوالایی رو که توی دلم پنهان کرده بودم توی این مدت مطرح کردم، اینکه چجور میشه خداوند بیاد روی زمین، بعدم قضیه پدر، پسر، روح القدس چیه. اینها رو که مطرح کردم و جوابهایی رو که اون بهم داد، من رو در واقع بیشتر و بیشتر تشنه تر کرد برای اینکه این راه رو و این ایدئولوژی رو بشناسم. وقتی که من از اون کشیش میشنیدم، رفته رفته شناخت بیشتری از خدای واقعی پیدا میکردم، خدایی که در اسلام جور دیگه‌ای برای من مطرح شده بود و حالا دید من نسبت به خداوند چیز دیگه ای شده بود. خدایی رو که من به واسطه ی واسطه ها صدا می زدم و اونها در واقع اونها رو یه جورایی شفیع خودم قرار می دادم، اونهایی که در بستر مرگ خوابیده بودن و دیگه دستشون از این دنیا کوتاه بود، اونها رو شفاعت قرار می دادم برای خودم و می گفتم خدایا به خاطر پیامبرت فلانی، به خاطر امامت فلانی، ما رو ببخش، ما رو مدد کن، ما رو برکت بده. الان داشتم میدیدم که خداوند قبل از اینکه اسلامی بیاد، هزار و خورده ای سال قبلش یا حدوداً هزار سال قبلش، کسی رو برای ما فرستاد که از جنس خودش بود و خودش رو فرستاد که
در واقع خودش اومد روی زمین و اون جلال و جبروت و اون عظمت خودش رو کنار گذاشت و اومد روی زمین به خاطر ما، به خاطر ما مرد، به خاطر ما روی صلیب رفت، به خاطر ما درد کشید که تمامی گناهان ما رو ببخشه و بتونه با ما ارتباط برقرار کنه. این ارتباطی که همه ما تشنه اون هستیم، اینکه ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با اون داشته باشیم بدون حضور کس دیگه ای، بدون هیچ واسطه ای. روز تعمید که فرا رسید، من و همسرم به اتفاق 3-4 نفر دیگه از بچه‌هایی که از به اصطلاح کشور خودمون بودن، از ایران بودن، وارد اون حوض و اون استخری شدیم که به اصطلاح می‌خواستیم تعمید بگیریم. تا قبل از اون هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی زمانی که آیه تعمیدی رو برای ما خوندن و ما در واقع تعمید گرفتیم و رفتیم زیر آب و اومدیم بیرون، احساس کردم که این در واقع محسنی که رفت زیر آب مرد و وقتی اومدم بیرون احساس کردم که یه آدم تازه‌ای شدم و احساس کردم که یه تغییر بنیادی در تمامی وجودم رخ داد. و ما از اون تعمید که اومدیم بیرون احساس کردم که میبایستی راه خودم رو انتخاب کنم و از اون به بعد بود که تصمیم گرفتم که فقط مال مسیح باشم و برای مسیح زندگی کنم. از اون به بعد زندگیم تغییر کرد. محسنی که قبل از ایمان به مسیح بود در واقع یک محسن خشن و ناآرام بود. هیچ وقت احساس امنیت و آرامش نداشتم. همیشه آدم عصبی بودم و نمیدونستم که چی کار باید بکنم از این خشم و از این ناآرامی بیرون بیام. و وقتی که ایمان آوردم، نه همون لحظه، ولی رفته رفته خداوند واقعا با من کار کرد و من از این خشم و ناآرامی و اون به اصطلاح عصبی بودن در آورد و الان محسنی هستم که فکر میکنم که اگر با خانوادم صحبت بکنید یکی از آرومترین افراد خانواده باشم. یعنی الان واقعا آرامشی که خدا بهم داده در این 10 سال ایمانم هیچگاه توی زندگی تجربهش نکرده بودم و اینو از ایمان به خداوند دارم و اینکه با خداوند راه بریم و زمانی که با خداوند راه بریم و قلبمون رو به اون بسپاریم، اون تبدیلمون میکنه و ما رو مثل خودش تبدیل میکنه و عوض میکنه. اگر بخوام تو یک جمله بگم که زندگی قبل از ایمان و بعد از ایمانم چطور شد و چطور تبدیل شد، میتونم بگم که در اون زمان، یعنی قبل از ایمان، کور بودم و الان بینا شدم و اون موقع واقعا در تاریکی بودم و الان در نور هستم. اون موقع در خشم و در خشونت بودم، ولی الان در آرامش و صلح و سلامتی هستم. آیه‌ای که همواره با دلم صحبت کرده و در واقع یک راهنمای همیشگی بوده برای من که همیشه به وسیله این آیه من آرامش میگیرم، آیه 15 از باب 49 اشعیا است که در اون خداوند میفرماید که آیا ممکن است مادران طفل شیرخواره خود را فراموش کنند و بر پسر رحم خیش رحم نکنند؟ آری، ممکن است ایشان چنان بکنند، اما من هیچگاه تو را فراموش نخواهم کرد. تو را بر کف دستم نقش بستم. آیه‌ای که همیشه به من اطمینان خاطر و قوت میده. آمین.